بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به حضور مولای مهربان حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با آرزوی ظهور موفور سرور اون حضرت و با سلام به حضور بینندگان عزیز در آخرین قسمت از برنامه اخلاق در مکتب امام صادق علیه السلام که به طور گذرا در حضور عزیزان بودیم. در 9 قسمت پیشین مطالبی رو از امام صادق علیه السلام که در زمینه اخلاق بود و میتونست برای ما راهکاری باشه با پایبندی به اونها و سرمشق قرار دادن در زندگی توفیق شد که مرور کنیم از روایات معتبر و ارزشمند. اون چی که خلاصه ای که تا کنون گفتیم، چرا که این بحث بسیار دامنه‌داری است و نیاز داره که جلسات ویژه‌ای و بسیاری گذاشته بشه که انشاءالله اینها کنکاش بشه و این روایات با تأمل و با دقت اینها بررسی بشه، توضیح داده بشه که انشاءالله این موکول میشه به برنامه‌های دیگری که انشاءالله اگر استقبالی هم بشه، عزیزانی هم اگر درخواستی داشته باشن در این زمینه، به طور کلی اخلاق در مکتب اهل بیت علیهم السلام میتونیم بحثی رو داشته باشیم که تا هم موارد تربیتی و اخلاقی رو در وجود خودمون ایجاد کنیم اگر نباشه، و اگر هم باشه اونها رو افزایش بدیم و هم انتقال بکنیم به نسلمون، به اونایی که تحت تربیت ما هستن، اونایی که از ما حرف شنوی دارند و سخنی از ما میپذیرند، به اونها بگیم. و روشن است که اگر جامعی ولو کوچک هم ما بخوایم بگیم، همون خانواده انسان هم که اگر این موارد اخلاقی در اونجا پیاده بشه، این یک جامعی زیبا و دیدنی و یک جامعه ایدئال خواهد شد که خودشون از زندگی لذت خواهند برد، از رفتار و معاشرت با هم دیگه لذت خواهند برد و این کم کم سرایت خواهد کرد به همسایه ها و به اون محله تا برسه به اون جایی که انسان ببینی یک جامعه به طور کلی واقعا اگر این روایات و این آموزه های اخلاقی ائمه علیهم السلام صحیح و بجا اگر مطرح بشه، نتیجه زیبایی خواهد داد که کل نتیجه اینو ما در دوران ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم دید که در اون دوره هیچ رذیله اخلاقی نخواهد بود و همه انسان ها با کمال عقلشون که حضرت اشاره خواهند کرد به اونها، وقتی که عقلشون به اون کمال و به اون درجه عالیش رسید، طبیعتاً اینها فضائل اخلاقی رو در وجود خودشون نهادینه خواهند کرد و با اونها زندگی خواهند کرد و با همه مردم حسن معاشرت خواهند داشت و از طرف دیگر رذائل اخلاقی رو از مغز خودشون و از فکر خودشون و از قلب خودشون کنار خواهند زد و یک جامعه‌ای خواهد شد که ایدئال آرزوی هر انسان آگاه و اندیشمند و آزاد اندیش. به هر حال ما از امام صادق علیه السلام در محضر اون حضرت خود اخلاق رو تعریف کردیم، حسن خلق رو عرض کردیم که چه جایگاهی داره در مکتب امام صادق علیه السلام و تعریف عامی ازش کردیم، مجموعی اخلاق پسندیده که انسان در وجود خودش ملکه میکنه و از کارهای زش اجتناب میکنه، فرجام کسی که دارای حسن خلق باشه، حد و اندازه حسن خلق رو عرض کردیم که چگونه امام صادق علیه السلام بیان میکنن، چون اون خودش سوال است اکثر میپرسن آقا حد و مرزی داره این حسن خلق یا نداره. بعد پاداش اینو عرض کردیم، آثار حسن خلق رو عرض کردیم و انواع اونو عرض کردیم که خداوند متعال خود خلق و اخلاق رو در وجود همه انسان ها قرار داده، اما یه عده حسن خلقشون غریزی و فطری هست و یه سری نه به نیتشون، یعنی باید کسب کنن و به دست بیارن و باید در پیش باشن، وجود اینها اجازه نمیده که
در وهله اول در یک برخورد نیکی داشته باشن. باید کنترل کنن و فرمان خدا رو اونجا اطاعت کنن از خداوند متعال، و اون کج خلقی و اون رفتار ناشایست رو با صبر کنار بزنن و با اون طرف مقابلشون با رفتار شایسته معاشرت داشته باشن. و از طرف دیگر به مهمترین موضوعی که در کمال انسانی و فضائل اخلاقی طرح شده و علمای اخلاق و دانشمندان اخلاق هم در کتابهاشون اشاره مفصلی به اون موضوع کردن که ما اونو انتخاب کردیم، در واقع میتونه یه راهکار مهمی باشه که حالا گرچه ما در این 10 قسمت اجازه نمیداد، فرصتی نداشتیم که به موارد دیگه هم اشاره کنیم، اینو به عنوان این که میتونه سرچشمه فضائل اخلاقی دیگر قرار بگیره طبق اخلاق در مکتب امام صادق علیه السلام و در کلام نورانی اون حضرت که حضرت فرمود نوری است که ایمان از او سرچشمه میگیره، وقتی که از حیا که نوری است که ایمان که سرنوشت انسان به اون بستگی داره سرچشمه میگیره، طبیعتاً موارد دیگری از فضائل اخلاقی را هم در این ایمان جای گرفته. کسی که مؤمنه دارای همه فضائل اخلاقی است، کسی که مؤمنه همه رذایل اخلاقی و زشتی های ظاهری و باطنی و آلودگی ها رو از خودش دور کرده تا مؤمن شده و مؤمن حقیقی شده. لذا ما عنوان حیا یعنی عفت و شرم از کردیم که این یک کنترل نفسانی است از همه کارهای زشت. کاش میشد پرزنم تا کوی دوست، روز و شب دل با غمش در گفت و گوست، روز و شب دل با غمش در گفت و گوست. مذهب عشاق بی دل جعفریست، مذهب عشاق بی دل جعفریست، مسلک ما تا قیامت حیدریست، مسلک ما تا قیامت حیدریست، مذهب عشاق بی دل جعفریست، مسلک ما تا قیامت حیدریست. جعفریم جعفریم تا ابد حیدریم. اینجا یه سری موانعی هست برای این حیا که طبق روایاتی هم به این اشاره شده، اون هم جا داره که کسانی که حیا دارن در وجود خودشون اما اینها باز هم در زندگی خودشون خلاف راه حیا را میپیماین و دست به کارهای بی عفتی و غیر پاکدامنی میزنن، باز هم در روایات اشاره شده که هر چیزی که از این صفاتی که انسان در وجودش احساس میکنه، خصلت‌های انسانی اگر به حد زیاده روی برسه، انسان اونجا به اصطلاح پرده حیا دریده میشود. و این قابل توجه است. در دوره آخرالزمان تأسفی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به اون نسل میخورن از اینی که فرزندان خودشون هم اینا از اول با بی‌حیایی و با بی‌شرمی بزرگ میکنن و پرورش میدن. میدانیم که هر کار زشتی رو انسان اگر زیاد اونو انجام میده، در واقع اون ترس و لرزی که اون ابهتی که اون کار زشت داره دیگه کنار زده میشه، یعنی دیگه به راحتی انسان اونو انجام میده. ما الان در جوامع غربی میبینیم به راحتی یه سری کارهایی رو که انسانهای مؤمن شرمشون میشه از طرح اونها، به راحتی این کارها رو انجام میدن. برخی سوال میکنن واقعا چگونه میشه این کارها رو به این کیفیت اینا انجام میدن؟ خب پاسخش در کنارش هست، اینا رو از بچگی اینجوری پرورش میدن.
یعنی وقتی که یک کودکی رو که خداوند متعال حیا را در وجود او قرار داده، از کودکی یه دختر بچه رو، یه پسر بچه رو بی حیا پدر مادرشون بار بیارن، مواردی که باید عفت باشه اونها رو به اینها یاد ندن بلکه عکسش رو یاد بدن، خب طبیعی است که این وقتی که سنش بالا رفت و بزرگ هم شد اصلا برای اون مسئله نیست، اصلا اون احساس نمی کنه این کاری که انجام میده این بی عفتی است، این بی حیایی و بی شرمی است رضا انجام میدهد. اینجا هستش که موانع حیا، یکی حضرت میفرماید که این که پرده های این حیا رو بدرن. اگر در جایگاهی در یک زندگی پرده‌های حیا دریده بشه، یعنی اون عفت و پاکدامنی در تمام ابعادش به یک نسل منتقل نشه، قطعا اینها به راحتی حیا رو کنار میزنن و اصلا سراغ این حیا نمیان، اصلا واژه‌ای در قاموس اینها به نام حیا وجود نخواهد داشت. یکی دیگه طبق روایت امیرالمومنین هم پرگویی هست، اونایی که عفت کلام ندارن، یعنی حیا در کلام اینها احساس نمی کنن، کسانی هستن که مبتلا به پرگویی هست، هر چی که به دهنشون میاد به قول تعبیر عوامانه اینها از زبانشون اینو جاری می کنند و میگن. خب طبعا چون این افرادی عفت کلام نخواهند داشت و حیا در کلام نخواهند داشت، این هم یکی از موانع هست که انسان، بازم عرض کردیم کنترل زبان یکی از آموزه‌های اخلاقی مکتب امام صادق و ائمه دیگر علیهم السلام هست. و همچنین می‌فرماید میگساری، میگساری هم از مواردی است که شیطان رو این حساسیت خاصی داره، کسانی که به میگساری خدای ناخواسته مبتلا هستن به اندک و یا زیادش فرق نمی‌کنه، این در واقع عقل اینها گرفته میشه و ناخواسته شیطان اینها رو در مواضع و جایگاه های بی حیایی و بی عفتی اینها رو قرار بده، چرا که خب کسی که عقلش رو از دست بده ولو در مدت زمان محدودی هم باشه، باز هم کارهای بی حیایی بسیاری از او سر خواهد زد، که این هم میتونه جزء مواردی باشه که اجتناب باشه، که حتی در اون توقیعی که از امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف درباره شراب و مواردی که انسان را مست میکنه پرسیده شده، حضرت فرموده که کم و زیادش حرام هست، این حرمت به خاطر این است که انسان نمیتونه اونگونه که خدا خواسته باشه، یعنی به طرف کمال خودش حرکت کنه، یک انسانی که آرزوش اینی که این نیکبخت و سعادتمند باشه. همه دوزخیان وقتی وارد دوزخ شدن اونجا جز اونهایی که عناد ورزیدن ناراحت میشن و پشیمون میشن از آنچه که انجام دادن، چرا؟ به خاطر اینکه یا خودشون آگاهانه یا فریبشون دادن یا ناخواسته، خلاصه این اعمال از اینها سر زده و اینها پرونده سیاهی را با خودشون به اون دنیا بردن، اما الان میبینن دیگه وقت از وقت گذشته، کار از کار گذشته، هیچ کاری نمیشه کرد و جهنمی شدن. همین موارد اگر در دنیا یک تلنگری باشه، یه گویندهی باشه، یه پندهندهی باشه، یه راه نشان دهندهی باشه راه نشون بده، طبعا چون این فردی از این کارش دست بر میداره. بس از موارد دیگرش همون میگساریش، یعنی مستی. مستی رو میتونیم به موارد دیگه هم سرایت بدیم که مثلا مستی جاه، مستی مقام، مستی پول، غرور و مستی جوانی، این هم انسان رو در مسیر شیطانی قرار میدن. انشاءالله این برنامه رو توفیقی باشه تحت عنوان اخلاق در مکتب اهل بیت علیهم السلام ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.